شاهزاده سرین بالاخره به قولش وفا کرد و به ایران برگشت و همونجا هم بازداشت شد. با ما همراه باشید راجع به علت بازگشت سرین صحبت میکنیم. سلام، همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. خب اگه اهل فضای مجازی باشید احتمالاً شاهزاده سرین رو خوب میشناسید. یکی از شاه‌های مجازی که توی 7-8 سال اخیر به خصوص در تایم کرونا حسابی مشهور شد و با لایف‌های عموماً جنسیش تونست شهرت خوبی به دست بیاره. البته کلیپ‌های جنجالی که از خودش منتشر می‌کرد هم در شهرتش بی تأثیر نبود. اون خودش رو شاهزاده ایرانی میدونست و ادعا میکرد خاص و نامیرا هستش و الان با این که بیش از 50 سال سن داره ولی هم از نظر چهره و هم از نظر بدنی مثل یه جوان 20 و چند ساله هستش و سن بدنش اونجور که خودش مدعیه بالا نمیره و هیچ وقت هم سر این قضیه پیر نمیشه و نمیمیره. اون مدتی هم مدعی بودش که پرنستاره و داره فیلم های مثبت 18 از خودش ضبط میکنه. اون در مورد روابط جنسیش به خصوص با پسران جوانیش ترس و شرمی هم نداشت و به راحتی در مورد این قضایا صحبت میکرد. اون به شدت با ادیان مختلف به خصوص اسلام شیعه مشکل داشت و بارها توهین‌های آشکاری رو به مقدسات اسلام انجام داده بود. حتی چندین بار قرآن رو هم پاره کرده بود و گفته بودش که باید تمام قرآن‌های جهان و مساجد رو به آتش کشید تا بشریت به خوشبختی برسه. حتی چندین بار به مقامات حکومت هم توهین‌های مستقیمی انجام داده بود و گفته بودش که به زودی به ایران میاد و این حکومت اسلامی رو جمع میکنه. گفته میشه سرین متولد سال 1352 در تهران هست و پدرش سرهنگ جلال بدیعی یکی از مقامات ارشد نظامی دوران پهلوی هست که از نزدیکان محمد رضا شاه بوده و حتی دوره‌ای هم رئیس ساواک قم هم بوده. اون در ابتدای انقلاب اعدام شد و سرین توی اون سالها با مادرش که یهودی هم هست زندگی میکرده. خیلی ها میگن پدر سرین پول و ارث خوبی رو برای سرین و مادرش باقی گذاشته و چون اموالش در بانک های اروپایی بوده نتونستن اونها رو مصادره بکنه و این زندگی لاکچری هم که سرین از خودش نمایش گذاشته از ارث پدری بوده که براش باقی مونده. اون برعکس دیگر شاخهای مجازی که همش تبلیغ سایت های شرط بندی و بت رو انجام میدن، اون هیچ وقت تبلیغ انجام نداده و پیجش در اینستاگرام هم بارها به خاطر توهین هایی که به ادیان و قومیت های مختلف انجام داده ریپورت و بسته شده و الان پیج رسمیش فعالیتی نداره. در مورد اینکه بعد از انقلاب سرین و مادرش چطور از ایران خارج شدن هم صحبت‌ها و حرف و حدیث‌های زیادی مطرح میشه. خیلی‌ها مدعین اونها همون اوایل انقلاب از ایران خارج شدن و به آمریکا رفتن. خیلی‌ها میگن این اتفاق به کمک دوستان پدرش در دهه 80 اتفاق افتاده. سرین خودش رو پادشاه ایرانی میدونه و حتی پرچم و لوگو هم برای خودش طراحی کرده که دو تا شیر به همراه یک خورشید در وسط یه پرچم آبی رنگ هست. اون در سالهای اخیر ساکن کالیفرنیای آمریکا بوده و عکس‌های زیادی با ماشین‌های لاکچری خودش منتشر کرده که معمولاً هم این پرچم آبی رنگ در روی این ماشین‌ها قرار داشته. سرین هیچ فعالیت اقتصادی نداشته و صرفاً کلیپ ها و زندگی لاکچریش رو با اتکا به ارث پدریش برای خودش فراهم کرده. توی چند روز اخیر تصاویر و ویدیوهایی از حضور سرین در ایران در شبکه‌های اجتماعی خیلی وایرال و پخش شد. توی برخی از محلات تهران و کرج سرین از خودش ویدیوهایی رو منتشر کرد. حتی کنار برج آزادی هم ویدیویی از خودش منتشر کرد که در ابتدا خیلی ها مدعی بودن این تصاویر فیک و غیر واقعی هست و احتمالاً سرین برای جذب فالوور و بالا اومدن پیج جدیدش میخواد همچین حاشیه‌ای درست کنه. قبلاً هم کلیپ‌های مشابه این مثل بارش بادمجون از آسمون و همینطور حضور ساسی مانکن در ایران توی شبکه‌های اجتماعی خیلی وایرال شد، ولی خب بعداً مشخص شد که این قضیه فیک بوده و اکثر مخاطبا مدعی بودن که غیر ممکنه سرین بدی خودش رو به ایران رسونده باشه و بدون مشکل در ایران از خودش عکس و فیلم منتشر بکنه. تا اینکه روز گذشته خبرگزاری‌های رسمی حکومتی خبرهایی رو مبنی بر بازداشت سرین در کرج منتشر کردن. این در حالی بودش که
سرین قبل از عید هم یه ویدیوی از خودش منتشر کرده بود و گفته بودش نوروز امسال قطعاً توی ایران هستش. گفته میشه در حال حاضر با صدور قرار موقت ایشون در بازداشت ضابط قضایی در استان البرز قرار گرفتن. جرمی هم که براش عنوان شده توهین به مقدسات بوده تا بعدن دادگاه براش تشکیل بشه و به اتهاماتش رسیدگی بشه. مهدی کشکار مدیرعامل خبرگزاری میزان در توییتی نوشت متهم سرین کرتیس یا سرین بدی فردی هتاک به مقدسات که در ویدیویی که از خود منتشر کرده خود رو شاهزاده سرین خطاب میکنه با پیگیری ضابط قضایی در استان البرز شناسایی و دستگیر شد. متهم بعد از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت پس از معرفی به زندان جهت ادامه تحقیقات در اختیار ضابط قرار گرفته. اون در ابتدا از حامیان حکومت پهلوی بود ولی بعداً مدعی شد که کل خاندان پهلوی از نوکران اجداد اون بودن و ثروت سلطنتی خانواده پهلوی رو هم از خانواده اون بالا کشیدن. خودش رو تنها اپوزیسیون فعال و قدرتمند ایران میدونست که میتونه نجات بخش مردم ایران باشه و همیشه ادعا میکرد به زودی به ایران بر میگرده و حکومت رو عوض میکنه. اون چند روز قبل از عید هم یه ویدیو از خودش منتشر کرد و گفت نوروز امسال دیگه قطعاً در ایران هستش و همه باید خودشون رو برای اومدن سرین آماده بکنن و خیلی‌ها این قضیه رو به شوخی گرفتن، ولی در عین ناباوری سرین به ایران برگشت و نشون دادش که حداقل شجاعتش از خیلی از اپوزیسیون‌های قدیمی بیشتر هستش. سرین توی سالهای اخیر چندین بار به شاهزاده رضا پهلوی هم توهین‌های مستقیمی رو کرده بود و گفته بودش که رضا پهلوی این قورباغه هستش و کی اون رو اصلا شاهزاده ایرانی خطاب میکنه؟ شاهزاده ایران و تنها شاهزاده ایران من هستم. سرین قبلا هم مصاحبه هایی با شبکه های تلویزیونی مختلف از جمله شبکه 1 لس آنجلس انجام داده بودش که خیلی توی شهرتش تأثیر داشت. خیلی ها مدعی هستن که سرین دچار مشکلات روحی و روانی شدید هستش و این کارها رو برای جذب فالوور و گرفتن حاشیه و پول به دست آوردن پول انجام نمیده، چون با توجه به ثروتی که داره نیاز به این قضايا نداره و صرفا به خاطر مشکلات روحی روانی که داره این صحبت‌ها رو انجام میده و این کارها رو از خودش بروز میده. باید منتظر باشیم و ببینیم دادگاه چه حکمی رو برای سرین صادر میکنه و چه عاقبتی در انتظار اونه. حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.